از سالیان پیش شاهنامه را بر پایه ساختار پیام شناختی آن به سه گونه بخش کرده اند. یکی بخش اسطوره‌ای است، دو دیگر بخش پهلوانی، سه دیگر بخش تاریخی. بخش اسطوره‌ای از پیدایی نخستین مرد یا انسان کیومرث آغاز می‌گیرد تا روزگار سام نریمان. با سام به ویژه زال فرزند او، سپس رستم پهلوان بزرگ شاهنامه، بخش پهلوانی آغاز می‌یابد، می‌پاید تا کشته شدن رستم پس از افتادن او در چاهی که برادر نیرنگ باز و نابکار و شقاط بر سر راهش کنده بود. سپس پادشاهی بهمن اسفندیار که او را با اردشیر درازدست پادشاه هخامنشی یکی دانستند. بدین سان بخش تاریخی شاهنامه آغاز می‌گیرد. اندکی آن هم به شیوه ای افسانه‌گون از هخامنشیان در شاهنامه سخن رفته است. همچنان اندک از اشکانیان. تاریخ روزگار اشکانی هم در چند ده بیت آورده شده است. فهرستوار نامهای پادشاهان اشکانی در پی یکدیگر بازگفته شده است. بخش تاریخی شاهنامه از آن ساسانیان است. اما بخش تاریخی شاهنامه هم به یک بارگی تاریخی نیست. گاهی ما در بخش تاریخی به چهره‌هایی، به جاندارانی، به رخدادهایی باز می‌خوریم که آمیزه ای از تاریخ و اسطوره اند، تاریخی اند، زیرا که زمان و جایگاهشان روشن است. هنگامی چهره ای، جانداری، رخدادی، حتی سرزمینی نمادینه می شود، از جهان روشن و آشکار تاریخ به جهان تاریک و نهان اسطوره می رود، به نماد دگرگونی می یابد که زمان و جای در آن فرو بپاشد. اما ما در شاهنامه با چهره ها یا جاندارانی روبرو هستیم که زمان و جایگاهشان روشن است، پس تاریخی هستند. اما ویژگی ها و کارکردهایی دارند که تاریخی نیست، نمادین است. دو چهره به ویژه در بخش تاریخی شاهنامه چهره هایی هستند که نمونه هایی
برجسته اند از این آمیختگی اسطوره و تاریخ. این دو همنام نیز هستند، دو بهرام، یکی بهرام پنجم که برنامیده به بهرام گور است، دو دیگر بهرام چوبینه، هر دو تاریخی هم. اما شما اگر داستانهای این دو بهرام را در شاهنامه بخوانید، با پدیده های روبرو می شوید، خرداشوب که هرگز در تاریخ پدید نمی توانند آمد. چرا؟ پاسخی که من به این پرسش می دهم این است: زیرا این دو چهره به ویژه بسیار بر تاریخ کارساز افتاده اند و اثرگذار. شما در چندی هم این کارسازی رو می بینید. بخشی گسترده از شاهنامه تاریخی را داستانهای بهرام گور سپس بهرام چوبینه می سازد. این دو با جاندارانی می جنگند که ما تنها پهلوانان نمادین اسطوره‌ای را می شناسیم که هماوردانی از این گونه داشتند. بهرام پادشاهی بود که ایرانیان او را بسیار گرامی می شمردند، زیرا آسایش و بهروزی را برای آنان به ارمغان آورد. این بهروزی و آسایش تا بدان پایه بود که ایرانیان در روزگاران سپسین هر زمان می خواستند از روزگار بهی و فرهی سخن بگویند و نمونه‌ای برجسته بیاورند، اون را با روزگار بهرام گور می سنجیدند. در شاهنامه هم این سنجش آورده شده است. بهرام چوبینه هم پهلوانی بود، سرداری بود که به کاری شگفت بی پیشینه دست یازید، بر پادشاه زمان بر شورید، او را از اورنگ به زیر کشید، ناگزیر گردانید که از ایران به روم بگریزد. این رخدادی نبود که به آسانی از یادها زدوده بشود. اما اون بخش‌های اسطوره‌ای و پهلوانی یا حماسی هم اگر باریک و دانشورانه بنگریم همچنان ریشه در تاریخ دارند، اما تاریخی که درونی، روانشناختی، نهادینه، ناخودآگاهانه شده است. شاهنامه پیداست پیشینه دیرینه دارد در فرهنگ و ادب ایران. برترین آبشخور فردوسی در سرودن شاهنامه که در دیباچه این نامه نامی گرامی از آن سخن گفته است، نوشته ای دفتری بوده است به زبان پهلوی که در این زبان خواتای نامک خوانده می شده است. برابر پارسی آن خدای نامه است. خدای در کاربرد و معنای کهن واژه به کار برده شده است که
پادشاه یا سرور است. خدای نامه به شاهنامه دگرگونی یافته است. در متن‌های کهن‌تر پارسی دری خداوند در معنی پادشاه و سرور و بزرگ و رد و از این گونه نیز به کار می رفته است. اما در پارسی کنونی کمابیش می توان گفت که در معنای نو خود به کار می رود که نامی است برای آفریدگار. داستان خدای نامه پهلوی که گفتیم برترین بنیادین ترین آبشخور فردوسی بوده است، برگردانی است از آن که به فرمان محمد عبدالرزاق سپه سالار توس با تلاش و پایمردی دستور دانای او بومنصور معمری به پارسی برگردانیده می شود از پهلوی. پس از این که خدای نامه به پارسی، به نوشتار و نثر پارسی برگردانده می شود، داستانگویانی را از شهرهای گوناگون ایران که آوازه داشتند به این که داستانهای کهن را در یاد و در سینه نهفته و اندوخته می دارند به توس فرا می خوانند. آنان داستانهایی را که در شاهنامه بومنصوری نبوده است بر زبان می رانند و به نوشتار در می آید و به این شاهنامه افزوده. بر پایه تراداد، داستانی که از دیر زمان باز گفته و نوشته شده است، خدای نامه پهلوی در زمان یزدگرد شهریار و پسین پادشاه ساسانی فراهم آورده می شود. به فرمان او دانای فرزانه ای ایرانی که نام او را نمی دانیم، او را به درستی نمی شناسیم، در داستان از او با نام دانشور دهگان سخن رفته است، این کار بزرگ را سامان می دهد و به سرانجام می رساند. بدین گونه خطای نامک پهلوی پدید می آید. دیباچه این شاهنامه، شاهنامه بومنصوری، خوشبختانه بر جای مانده است. این سرگذشت خواستگاه شاهنامه فردوسی است. استاد در شاهنامه از این آبشخور بارها یاد کرده است، در ریختهای مانند نامه خسروان، نامه باستان، از این گونه. در رزمنامه سرایی ستیق سخن پارسی شاهنامه است. یکی از شاهنامه های بسیار گرانسنگ که نام آن بر جای مانده است و بخشی اندک از آن شاهنامه بوده است که بلمؤید بلخی نوشته بوده است. اون رو شاهنامه بزرگ همگاه می نامیدن. در تاریخ سیستان بخشی کوتاه از این شاهنامه بزرگ بلمؤید بلخی آورده شده است که در آن از چگونگی
پدید آمدن آتشکده نامبردار در سیستان که کرکوی یا کرکویه نامیده می شود سخن رفته است. کسانی هم به سرودن داستانهای ایران پرداخته بودند که نامورترینشان دقیقی توسی است. دقیقی از آن روی که نخست زرتشتی بوده است، سپس به اسلام گرویده است، بخشی از داستان ایران را پیش از فردوسی در می پیوندد. داستان سربراوری زرتشت را. زرتشت در زمان گشتاسپ پدیدار شد و آیین خیش را فرا پیش نهاد و در گسترد. این سروده دقیقی گشتاسپ نامه خوانده می شود. فردوسی بزرگوارانه گشتاسپ نامه دقیقی را در شاهنامه خود می گنجاند. به همون سان که در شاهنامه آمده است، هنگامی که فردوسی از دقیقی یاد می کند و از این که او بود که نخست داستان را سرود، از مرگ جانخراش وی هم یادی می آورد. می گوید که خوی بد او را یار بوده است، از همین روی به دست بنده خود کشته شده است. زندگانی خود را فردوسی در کار سرودن شاهنامه می کند. اما اینکه چگونه شاهنامه به میان مردم راه می جوید پرسشی است که پاسخ آن چنین می تواند بود: به یاری داستانگویان. همچنان از دو روی بهره این داستانگویان در گسترش شاهنامه بهره ایست بنیادین. یکی همان است که گفته شد، کمیابی کتاب. دو دیگر این که در اون روزگار بسیاری از مردم خواندن نمی توانستند، از راه گوش با شاهنامه آشنا می شدند. در آغاز یکی از داستانهای شاهنامه از داستانگویی به نام آزاد سرو سخن گفته است. یکی مرد بود نامش آزاد سرو، که با احمد سهل بودی به مرو. در پی میگوید که این آزاد سرو از تبار پهلوانان بوده است، خوی و خیم پهلوانی داشته است، داستانهای بسیار از رستم را نیز در یاد، کتابهایی را هم نام برده اند که تنها همین نام از آنها بر جای مانده است، که داستان پهلوانان سیستان در آنها آورده شده بوده است. یکی از این کتاب ها که نامی شگفت‌آور و رازآلود هم دارد، سکسیران است. سکه سران را در نوشتار به گونه ای نشان داده بودند که سکسیران خوانده شده است. اگر سکه سران باشد، پیداست این نام به معنی سران سکایی است، بزرگان و ردان و نامبرداران سکایی.
که پهلوانان سیستان هم در آن شمار بودند. هنگامی که ما به داستانگویان کهن‌تر در شاهنامه باز می‌خوریم که به گمان بسیار داستان اگر از زبان آنان هم باز گفته شده است به نوشتار در آمده بوده است، یاد کرده داستانگوی آشکارا و به نام نیست، به شیوه است پوشیده. نمونه را از داستانگوی با نام موبد یا دهقان سخن رفته است. فردوسی از دهگانان بود که در ریخت تازیکان دهقان خوانده می شود. دهقانان یا دیهقانان یکی از لایه‌های حازمانی و اجتماعی بودند در ایران ساسانی. در ایران ساسانی لایه بندی اجتماعی کاربرد داشت مانند بسیاری دیگر از کشورها. دیهگانان در مرز میان فرمانرانان، شاهان، شاهزادگان، شاهدختان، دیوانیان بودند با کشاورزان، توده های مردم. هنگامی که ساسانیان شکست آوردند و سامانه های گوناگون فرهنگی اجتماعی از هم گسیخت، اون لایگان پیشین یک به یک از میان رفت، دهگانان همچنان بر جای ماندند زیرا زمیندار بودند. همین دهگانانند که فرهنگ و تاریخ و پیشینه ایران را پاس داشتند. از همین روز که در آغاز بخشی که در چهار مقاله نظامی عروضی به فردوسی ویژه داشته شده است آمده است که استاد ابوالقاسم فردوسی از دهاقین توس بود، از دیهی که آن را باج خوانند و در ناحیت طبران است. فردوسی مردی توانگر بود در آغاز، زمین داشت، آب داشت، رمه های پرشمار داشت، اما همه را در کار ایران کرد. زمانی رسید که به تهیدستی و بینوایی دچار آمد. نمونه را در آغاز داستان رستم و اسفندیار از این بینوایی خیش می نالد. دریغ می برد که نقل و نبیدی فراهم نمی تواند آورد و بزمی نمی تواند آراست و سر گوسپندی را نمی تواند برید. خرد نمی پسندد مردی چنین که زندگی خیش را به پای فرهنگ و تاریخ ایران افشانده است، شاهنامه را به انگیزه پاداش محمودی سروده باشد.